سلمانی تاپگان در ولادیوستوک فقط یک مشتری دارد. مشتریان دیگر به دلیل تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا اجازه ورود به اینجا را ندارند. دنیس لوکویانوف مدیر این سلمانی میگوید کار بارش کم رنگ شده. با گفته او وعده دولت برای کمک با سرمایه گذاری های کوچک عملی نشده. پرداخت یک قسط قرضه هم لغو نشده. با وجود فرمان رئیس جمهور و والی ما تمام مسئولیت های ما پابرجاند. در روسیه شمار زیاد سرمایه گذاری ها کاملا بسته شدند. اقتصاد این کشور هم از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده و هم از کاهش قیمت نفت. لوکویانوف تنها کسی نیست که از عملی نشدن وعده های دولت شکایت می کند. در اواخر ماه مارچ، آناستازیا توتولووا که تجارت پیشه است با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین حتی مناقشه کرد. از شما می خواهم دستور بدهید که حکومت وعده های سپرده شده به ما را که عملی نشدند عملی کند. توتولووا مالک یک زنجیره از قهوه خانه ها است. پوتین به او وعده کرد که مقام ها را میفرستد تا درباره نظریاتش به هدف کمک به سرمایه گذاری های کوچک و متوسط صحبت کنند. سه هفته بعد از آن ما با او صحبت کردیم. نه خیر، ولی مرا از همه کمیسیون ها اخراج کردند. من شامل فهرست اعضای کمیسیون دولتی کمک با تجارت های کوچک و متوسط بودم. قرار بود روز جمعه یک ملاقات داشته باشم، یک روز پس از ملاقات با رئیس جمهور، اما در فهرست اشتراک کننده ها نبودم. در 14 اپریل صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که اقتصاد روسیه امسال بیش از 5% رکود خواهد داشت. شماری از اقتصاددان ها فکر می کنند که میلیون ها نفر بیکار خواهند شد. حکومت نمی خواهد بالای خزانه خود زیاد فشار بیاورد. حتی بدون توجه به چنین شرایط حاد، هزین می ترسد که دیگر چه خواهد شد. می خواهد چیز در ذخیره خود نگه دارد. همزمان افزایش تند در شمار بیماران مبتلا به کووید 19 در روسیه ادامه دارد. در 15 اپریل 3388 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا ثبت شد که در یک روز بی سابقه بود. این شمار مجموعی مبتلایان در روسیه را به حدود 25000 رساند. در همان روز پوتین در یک کنفرانس ویدیویی با وزیرانش درباره تدابیر برای تقویت اقتصاد روسیه صحبت کرد. این تدابیر شامل کمک مالی با سرمایه گذاری های کوچک و متوسط می شود. سرمایه گذاران حالا منتظرند ببینند که آیا این بار به آنها کمک می رسد؟